روزی نیست که در جاده های کشور شاهد انواع و اقسام تصادفات و از دست رفتن جان انسان ها نباشیم. علیزاده نماینده مجلس: کمتر فردی از آحاد جامعه است که به واسطه تصادفات جاده‌ای داغدار عزیزی نشده باشه. به سبب غیر استاندارد بودن، جاده های ایران از پرخطرترین جاده ها در جهان است. از نظر تعداد و فراوانی تصادفات، خب شاید در واقع ما در نظر بگیریم یکی از پرتصادف‌ترین کشورهای دنیا از نظر تعداد نفراتی که در تصادفات کشته میشن و یا مجروح میشن باشیم. در 20 سال گذشته بیش از 500 هزار ایرانی در تصادفات جان باختند. تقریبا روزانه 70 نفر و در هر هفته معادل سرنشینان 3 هواپیمای ایرباس در جاده های ایران جان میبازند. در 16 سال گذشته بیش از 4.5 میلیون ایرانی معلول، نقص عضو و مصدوم شدند. عوامل ایجاد تصادفات شامل عامل انسانی، جاده و خودرو است. جاده های ایران غیر استاندارد و خودروهای داخلی مرکب مرگ هستند. پراید 180 میلیونی در تصادف با شتر هم نمیتواند از جان سرنشینان حفاظت کند. علاوه بر خسارت انسانی، خسارات مادی تصادفات هم بسیار زیاد است. 6-7% تولید ناخالص داخلی کشور صرف خسارت‌های تصادفات می‌شود. سایت حکومتی خبرفوری 17 آذر 1398. این عدد نزدیک به 30 میلیارد دلار است که اگر بخش کوچکی از آن صرف جاده‌ها بشود، جان بسیاری از مردم حفظ خواهد شد. اما خامنه ای دغدغه ای جز استمرار حاکمیت پلید خود و چاپیدن سرمایه های ایران ندارد. جان مردم کوچکترین اهمیتی برایش ندارد.